همیهنان ارجمندم، درود بر یکایک که شما همراهان برنامه های روشنگری رادیو تلویزیون مانی. من مانی هستم و در خدمت سه کارشناس و فعال سیاسی در برون است که بخشی از زندگیشون رو وقف روشنگری کردن، وقف مبارزه کردن و میکنن، و امروز من ازشون خواهش کردم، دعوت کردم که بیاین و به ما بگویند، به شما بگویند که یک سال پیش ما جنبش مهسا رو داشتیم، افتخیز های زیادی داشتیم، تجارب بسیاری اندوختیم، هزینه های فراوانی دادیم و در برون کشور، در داخل کشور، هر یک به شیوهی که در توانمون بود مبارزه با رژیم دینی و استبدادی آخوندی رو پیش بردیم و اکنون در آستانه اوج و خیزش دوباره این جنبش هستیم. اما اکنون تجاربی رو داریم که سال پیش در این موقع نداشتیم و رژیم هم نداشت. او نمیدانست که چه پیش خواهد اومد و چگونه باید مقابله کند با خیزش مردم در داخل و بیرون از کشور، و ما هم نمیدانستیم که رژیم چگونه واکنش نشون خواهد داد. ترفندهای تازه‌ای به کار برد، حتی رسید به مسموم کردن دختر بچه های دبستان ها با سم، و همه اینا شد تجربه‌ای که ما اکنون داریم و میخواهیم دور دوم این خیزش رو که امیدوارم دیگه به دور سوم و چهارم و پنجم نکشد مدیریت کنیم. مردم ایران مدیریت کنند، اهل سیاست مدیریت کنند و کارشناسان حرفه‌ای. از جمله کارشناس حرفه‌ای که من دعوت کرده ام خدمت شما معرفی میکنم، بعد میروم سر موضوع. خانم سهیلا ستاری گرامی، دکتر سهیلا ستاری گرامی که یکی از کوششگران بسیار بسیار جدی است در عرصه حقوق زنان و تاریخ معاصر ایران، ایشون خوش آمد میگن. و بعد جناب ارژنگ برهان آزاد که خوشحال نخستین بار هست در برنامه رادیو تلویزیون مانی شرکت می کنند، و نیز جناب مسئول پخشا از پاریس از کنشگران سیاسی هستید. شما گرامیان بسیار بسیار خوش آمدید، و نیز شما بینندگانی که همکنون این رسانه رو باز کردید و دارید می بینید و می شنوید. امیدوارم که مشارکت شما در کامنت ها و ابراز نظر مخالف یا موافق فرق میکنه، ما رو درگیر یک بحث اجتماعی بکنه، یکی نگوید و یکی بشنود، بلکه ما هم دوست داریم شما رو بشنویم. خب خانم ستاری گرامی، موضوع برنامه امروز رو من خدمت هستی شما گرامیان میخونم. موضوع بر سر سازماندهی کارهای میدانی است در ایران و برونه است. شکل کارهای میدانی رو ما در برونمرز داشتیم، از کارهای نمایشی تا کارهای تظاهرات گسترده، اختلافاتی که بود و کارهای روشنگری، و براستی ایرانیان برونمرز نشان دادن که میتوانند صدای جنبش در داخل ایران باشند. و نیز کارهای میدانی در ایران که نقش دانشکده هنر رو ما فراموش نمی کنیم، ابتکارات وسیع مردم رو در مقابله با حکومت فراموش نمی کنیم، همش تازه بود، نوبافته و نوساخته بود، و این نشان می دهد که کلیشه دیگر در جنبش زن زندگی آزادی جایی ندارد، بلکه اندیشه و ترفندهای تازه‌ای باید به کار بست و اقدامات سنجیده و کارایی باید داشت، هم سنجیده برای اینکه مؤثر باشن و هزینه کمتری داشته باشن، و هم کارا تاثیرگذار باشن و جنبش رو گام به گام به جلو ببرن. و نکته دیگر اینکه اگر من یا کسانی مانند من بپندارن که
یک انقلاب چند روزه به انتهاش میرسه، ای بسا برسه، چه خوب که اینطوری بشود. اما اگر نشد و زمان بیشتری برد، ما نباید ناامید بشویم، باید شکیبا باشیم و همزمان با رویدادها ترفندهای خودمون، روشها و منشها و اندیشههای خودمون رو تازه کنیم. این موضوع برنامه امشب است و من از شما خواهش میکنم که آغازگر این برنامه باشید. بفرمایید. متشکرم. درود میگم حضور شما جناب آقای مانی. سپاسگزاری میکنم از اینکه یک بار دیگه امکان دادید که من حضورتون باشم. درود میفرستم به دوستان حاضر در این پنل و همطور به شنوندگان و بینندگان خیلی خوب تلویزیون وزین شما. در مورد نکته که شما فرمودین، در حقیقت نکته کلیدی به حال تغییر شرایط است. یعنی اینکه ما چه بکنیم که به یک پیروزی معینی بتونیم حالا در یک زمانی که به حال بتونیم روش حساب بکنیم تا یه حدی، حالا میان مدت، کوتاه مدت، دراز مدت، به خصوص میان مدت و یا دراز مدت بتونیم دست پیدا بکنیم. این در حقیقت سوال خیلی خیلی کلیدیه. این اگر آدم راحت میتونست این رو بدونه که خب به هر حال به نوعی پیروز شده بود تا الان، ولی خب به هر حال مبارزه هم دقیقا همین مسئله آزمون و خطاست دیگه. یعنی در یک ابعادی دوراندیشی و روشنبینی رو نیاز داره و در یک ابعادی هم آزمون و خطا رو نیاز داره تا ببینیم به هر حال بتونه به کجا برسه. و من وقتی که این نکته رو در نظر میگیرم، میخوام به دو تا نکته اصلی اشاره بکنم. یکی اینکه ما در چشمانداز به کجا میخوایم برسیم. یعنی اگر ما در نظر بگیریم که ما خواهان برقراری ایرانی آزاد و آباد و متکثر هستیم و اون طور باید باشه که بتونن همه نیروها، اهم از اینکه کدام شیوه فکری رو دارن، کدام بافت قومی رو دارن، کدام زبان رو دارن، از کجای ایران میان، اساسا خارج از ایران، داخل از ایران، به چگونه، اینا همه حقشون به عنوان یک ایرانی مستقر باشه، حالا در قانون بعدن، و بعد اینکه بتونن به هر حال حق حیات شخصی و سیاسی اجتماعی داشته باشن. اگر ما این رو به عنوان یک پایه بخوایم بگذاریم و بگیم این میشه ایرانی که در آن همه قدرت زندگی کردن رو به لحاظ شخصی، سیاسی، اجتماعی خواهند داشت و بعد ما میتونیم در چشمانداز به هر حال یک زندگی آرامی رو، آرامش بخشی رو برای ایرانیان و به هر حال متعالی رو برای ایرانیان متصور بشیم، به نتیجه باید در نظر بگیریم که بر چه پایه فکری ما میخوایم این مجموعه رو بسازیم. من اگر بخوام اینو خلاصه بکنم، به زعم من اینه که ما اگر بتونیم سیستمی رو ایجاد بکنیم، یعنی از الان ما آمادگی فکری در خودمون ایجاد بکنیم که میخوایم جامعه‌ای رو بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوستهاش ایجاد بکنیم و آزادی‌های مستتر در اون رو حتما حق هر ایرانی بدونیم، به نتیجه ما یک زمینه فکری داریم، یک به اصطلاح از نظر جمع به آگاهی، از نظر جنبه فکری که چه میخواییم ایجاد بکنیم، به حال یه چشمانداز روشنی رو داریم. و بعد مسئله اینه که ما میخواییم یک همچین مجموعه رو بسازیم برای یک ایران متکثر. به نتیجه از الان که ما الان داریم برای ایجاد یک چنین جامعه مبارزه میکنیم، میبایست این تکثر رو در عمل روزمرمون پیاده بکنیم، یعنی در عمل روزمرمون اینو متحقق بکنیم. و به این معنی، اگر بخوام به سوال شما برگردم، این به این معنیه که ما از الان میبایست در مبارزه مشترکمون حتما نقاط مشترک رو در نظر بگیریم. اگر ما از الان متکثر بودن رو و پلورالیسم رو و با همدیگه مبارزه کردن رو و تحمل همدیگر داشتن رو و گذشت در مقابل مشکلات همدیگر رو نتونیم پیاده بکنیم، به نتیجه قادر هم نخواهیم بود بعدن که یکی یا چند تا سر قدرت میان و امکانات بیشتری دارن و در حقیقت یک نوعی ممکنه علاقه بیشتری به حفظ اون شرایط و صندلی خودشون داشته باشن، اون موقع نمیتونیم دیگه از مشکلات هم دیگه گذشت کنیم. به نتیجه ما این تکثر رو باز از الان با هم دیگه تمرین بکنیم و این به این معناست که من فکر میکنم همه نیروهای سیاسی موجود، مثلا اگر من به یک قسمتی از صحبت شما برگردم که خب ما مشکلاتی که داشتیم با اون چجوری تا بکنیم، اون به چه صورت میشه، اگر ما اینو در نظر بگیریم که ما از راست
تا چپ به طور فعال درون این جنبش داریم. حالا برخی از نیروها طولانی تر مبارزه کردند یا مثلا قبل از اولین آماج های حکومت اسلامی بودند، مثل نیروهای به حال طرفدار سلطنت، و بعد اینا در یک دوره هایی مبارزه کردند، دوباره رها کردند، دوباره مبارزه کردند، دوباره رها کردند. ولی مثلا نیروهای مثل نیروی چپ، اینا خب تقریبا به طور مستمر مبارزه کردند و خیلی هم جان باخته دادن. حالا مسئله اینه که ما اگر این رو بگیریم که این بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر بتونیم حداقل به عنوان مثلا پایه اون مبارزه مشترکمون بذاریم، آگاهی روی این مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باید درون همه نیروها بره. این رو من متاسفانه میبینم که در یک ابعادی یک سری نیروها، مثلا فرض کنید نیروهای طرفدار سلطنت، به این مسئله کم بها میدن که این آگاهی رو درون نیروهاشون ببرن و خیال میکنن که بعدن هر وقت بیروز شدن این کار بعده، در حالی که آگاهی باید الان ایجاد بشه و سازماندهی و حفظ بسیج نیروها باید الان روی این مسئله ایجاد بشه. این یک نکته است. و بعد اینکه نکات مشترک رو پیدا کردن، نکات مثلا اون جاهایی که ما به همدیگه نزدیک هستیم اون رو پیدا کردن و روی اون درون هر نیروی درون خودش تبلیغ بکنه که به این گونه میتونه مثلا با دیگران هم زبان بشه، هم سخن بشه و حرکت مشترک انجام بشه. این هم یکی از ضعف‌های ماست. یعنی عملا ما در پروسه یک سال گذشته دیدیم که مثلا اول یک سری اشتراک بود، یک سری اتحاد نظر بود، یا حالا اتحاد عمل بود اگر دقیق‌تر بخوام بگم، و بعد این بود که یه عده‌ای از نیروها فکر کردن که حالا الان حتما انقدر پیروزی نزدیکه که بهتر بقیه رو سریعتر بزنن کنار و خودشون به اصطلاح تنها میداندار بشن. و این مسئله میبایست باهاش مبارزه بشه که به هر حال نقاط مشترک نیروها رو با هم دیگه پیدا کردن و نقاط به اصطلاح ایجاد تفاهم و همبستگی، ایجاد آمادگی ذهنی درون نیروهای هر بلوک برای کار مشترک در رابطه با همون به اصطلاح نقاط مشترکی وجود داره و در رابطه اون اهدافی که می‌خوایم برای به اصطلاح ساختن جامعه بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر. این رو به هر حال یک نکته‌ایه که من فکر می‌کنم اگر ما بتونیم به این نزدیک بشیم، این تا یه حدی ما رو جلو میاره. و از این لحاظ هم هست که وقتی که صحبت از ترفندهای مثلا تازه هست، اینه که ما بتونیم این نقطه، یعنی این حالت گسستگی و یا تخاصمی که تا یه حدی ممکنه توی نیروها ایجاد شده باشه رو ما اتفاقا آگاهانه یعنی مثلا نیروهای هدایت کننده هر بلوک سیاسی، هر خانواده سیاسی بیاد و روی این مسئله وقت بذاره و روی این مسئله انرژی بذاره که ما چگونه میتونیم کجا زبان مشترک با دیگران داریم. در این حال تجربه نشون داده، تجربه دست کم شخص من به من نشون داده که ما روی حرکت‌های جنبشی بیشتر پیش میبریم. یعنی اگر هر بلوکی درون خودش کار بکنه، همونطور که گفتم کار آگاهگرانه بکنه، کار ذهنی بکنه، نقاط مشترک رو پیدا بکنه، ولی حرکت جنبشی به این معنا که مثلا ما توی حرکت جنبشی هست که میایم مثلا امکان اشتراک عمل با دیگران پیدا میکنیم. یعنی محورهای مشخصی که ما روی اون مثلا فرض کنید اعدام‌ها، مثلا گرانی، مثلا نمیدونم همین که مصدوم کردن و نابینا کردن جوانان توی مبارزاتی که اونا انجام دادن و نمونه های دیگه، یعنی یک سری میشه کارهای مشترک مثلا جنبشی کرد که مختص به یک حرکت معین، به یک خانواده سیاسی معین نیست. در این حال شرایط مشخص و ویژه‌ای پیش میاد. مثلا فرض کنید رفتن رئیسی به سازمان ملل، اینا این یک شرایط ویژه‌ای رو پیش میاره که این شخص به خاطر شخصاً به خاطر اینکه ناقض حقوق بشر بوده در تمام مسئولیت‌هایی که در این سال‌ها گرفته و سرکوب کرده به انواع و اقسام در موقعیت اجرایی، در موقعیت یعنی به عنوان مسئول قوه مجریه، به عنوان مسئول قوه مقننه و به عنوان مسئول قوه قضاییه، در هر سه بعد و حتی در ابعاد رسانه به عنوان واقعا بعد چهارم توی جامعه ها الان گفته میشه، مثلا این همه جا مسئولیت داشته و همه جا حقوق بشر ایرانیان رو حساب تضییق کرده و الان این آدم میخواد بره بشه مثلا نماینده ایرانیان در سازمان ملل. و
این خب یک عرصه، یک فرصت مهمیه که به هر حال به عنوان یک حرکت جنبشی ایرانیان پول خانواده های سیاسی مختلف در کنار هم دیگه بیستن و علیه این مسئله مبارزه کنن. از اونجایی که فرصت نیست، من اجازه میخوام که دوستان حرفای من دنبال بکنن. متشکرم. سپاسگزارم خانم سفری. ما در جنبش سال گذشته دیدیم که گروه های سیاسی نتوانستن با هم کنار بیان. اصلا تصور این که سازمان مجاهدین خلق با طرفداران سلطنت کنار بیان همیست بسیار دشوار. تصور این که ملی مصدقی ها با سلطنت طلب ها یک جبهه تشکیل بدن چیز بسیار دشواری است. حتی چپ ها هم با بقیه زاویه دارن و نمیشه. و در تظاهرات هایی که در خارج کشور میگذاشتن هر کس سعی میکرد بگه که به خاطر من این تظاهرات 100,000 نفره 120,000 نفره 80,000 نفره راه افتاد. شاید یکی از کارهایی که میشود کرد این است که در حول یک شعار معین، مثلا روز پاسداشت نام کشته شدگان جنبش مهسا، یک روز رو انتخاب کنن، شعار همه یکی باشه اما صفهاشون قاطی نباشن، مردم به فاصله مثلا 10 متر دسته به دسته با پرچم خودشون، با عکسای شخصیتهای خودشون، با سرودهای خودشون، با هر چیزی که میخوان باشن بیان، ولی در یک صف با یک شعار واحد برای یک هدف معین پیش برن که دیگه هیچ کس نتونه دیگران رو، جمعیتشون رو مصادره کنه. چون مردم میبینن این یک گروهی که مثلا نامش هست ایکس، 500 نفر پشت پرچمش بودن یا 10 نفر بودن، دیگه اونجا جای بحث نیست که بگن من فراخوان دادم به خاطر من آمدم. بگذاریم، حالا این بحث کار میدانی است که دوستان تجربه دارن و میگن. من این رو در یک برنامه دیگر به ذهن رسیم بود بیان کردم، امیدوارم این بار از این شیوه استفاده بکنن که همه با هم باشن، شعار واحد داشته باشن، در روز معینی با هدف معینی، اما هر کس با هر پرچم که دوست داره در دسته خودش، در گروه خودش این همون حرکت جنبشیه که من حضورتون گفتم منظورم موارد مشخص، حرکت جنبشی که به هر حال حالا با هم قاطی نشن، چون مثل روغن و آب میمونه که گاهی نمیشه قاطی کرد. خب من به ترتیبی که تشریف آوردی میرم خدمت جناب الجنگ برهان و از ایشون درباره هم پرسش نخست میپرسم، شیوه های کار میدانی، تجاربی که از گذشته داشتیم و حال چه باید بکنید. در خدمت شما هستم استاد. بفهم، درود میگم به شما آقای مانی، مخصوصا کافه روشنگری شما که فکر میکنم زبان زد شده در تلویزیون های خارج از کشور به عنوان یک تلویزیون راهگشا و در این حال توضیح دهنده در مورد مسائل تئوری و عملی. میبینم که با کسانی که اینجا صحبت میکنی و به بیشتر مواقع من به صحبت‌ها و مخصوصا گزارش‌های شما و مصاحبه‌های شما گوش میکنم، در حقیقت گام بزرگی رو در اطلاع رسانی، مخصوصا آگاهی برای قشری که واقعا در کوچکترین پایه ها هستن و هنوز دستیابی به ایدئولوژی و خطر ایدئولوژیک چه در رابطه مخصوصا اسلام هنوز دست نیافتن و مشکلات نمیشتن. درود میگم به دوستان و همکاران و خودم و مبارزین اینجا در این گروه، خانم ستاری و آقای تخشا، آقای دکتر تخشا که از سازمان، من فکر کنم از گروه پارس مدیا اینجا هستن و نمایندگی پارس مدیا رو میکنن که این خودش قابل ذکره که ما در جنبش یا در خیزش واقعا زن زندگی آزادی و خیزش مهسا گروه های مختلفی رو دیدیم که وارد جامعه شدن و واقعا دیدنی بود که چگونه به کارهای میدانی پرداختن.
و این خودش یک جریانی بود برای رسیدن به اون هدفی که میخواستیم، یعنی اتحاد. در گذشته اصولا کسانی نبودن که وارد کارزار بشن، ولی الان ما میبینیم که جوانان زیادی و حتی میان سالانی که در خارج از کشور هستند و تا کنون در جریانات شرکت نمی کردن، میبینیم که در میدان هستند و خواهان مبارزه و حتی مبارزات سخت که خودشونه به خطر میدازن. درود میگم به بینندگان عزیز شما که صبر به خرج میدن و به سخنان ما گوش میکنن و میخوان که حداقل چیزی رو تجربه کنن که بتونن در آینده برای مبارزاتشون استفاده بکنن. مسئله آخری که شما مطرح کردید، من فکر کنم مسئله ایدئالیه، چون که این تجربه رو در خارج از کشور کشورهای دموکراتیک دارن که بتونن اینجوری مبارزه بکنن. اتفاقا ده هفته پیش در یک تلفنی که از طرف پلیس با من انجام شد در آلمان، به من این پیشنهاد میکرد چطوری میتونین شماها در کل 6 نقطه مختلف و تظاهرات گذاشتید، چرا نمیایین همتون در هر یه گوشه مجرد و به خاطر خودتون اصلا تظاهرات بذارین و هم کار ما رو سبک میکنین، همین که اتحاد خودتون رو بهتر نشون میدین. و من گفتم متاسفانه اینطوریه، این ایدئاله اگه چنین کاری بشه، ولیکن با تمام تلاش هایی که میشه و پشت کاری که آدم به خرج میده نمیتونه به این درجه برسه. ولی خب هستن کسانی که خواهان این موضوع هستن و دنبال این موضوع هستن، به شرط اینکه ما از خودخواهی ها و خودرهبری ها خودمون رو به کنار بکشیم و نخواهیم که در رأس قرار بگیریم، بلکه همون خودمون در یک طرف باشیم و هر کسی اون چیزی که سهمش هست از مبارزه در همون حد بمونه و مبارزه کنه. مخصوصا که الان فکر میکنم ساده ترینش اینه که خارج از کشور نون و حلوا پخش نمیکنن برای کسی بخواد تا به قدرت برسه. این خیلی صحبت عامیانه راحتیه که میشه گفتش، ولی متاسفانه بعضی از آدما این سوء استفاده ها رو میکنن و بعد باعث این میشن که نتونه آدم به اطاعت برسه. اما مسئله ای که شما در رابطه با این که ما چه سازماندهی رو میتونیم در ایران انجام بدیم، من امروز خبری داشتم از ایران و اون این که یک نوع سازماندهی رو دارن، یعنی دو نوع سازماندهی تو ایران داره شکل میگیره برای 16 سپتامبر. یک، هر محله یک خیابون اصلی رو نشونه گرفتن در هر شهری و اون خیابون رو از هر جا که هستن منزشون هست رو به اون خیابون روز مشخص 16 ساعت 16 سپتامبر خودمون و 25 شهریور مستقیما در اون حواشی همه با هم در یک ساعت وارد خیابون بشن و به تظاهرات میلیونی دست بزنن و تا مادامی که رژیم سقوط نکرده تو خیابون بمونن. اگه همچین کاری انجام بشه در درون ایران پیشرفت خوبی خواهد بود. و یک نمونه دیگهش دستبندی گروه های کوچکتری بود که این گروه های کوچکتر سعی کنن که در مبارزه با پلیس طوری رفتار بکنن که پلیس رو فلج بکنن، یعنی حمله و فرار و حمله و فرار، تا بتونه اون جریانات میدانی که هستش با سرگرم کردن و مبارزه با پلیس ضعیف بشه و نتونه به اون جمعیت بپردازه. یعنی از یک ترفند بسیار واضحی که دو گروهی که هم با هم در این حال همکاری خواهند کرد، یک گروه بزرگتری که تظاهرات میلیونی رو تو خیابون داره سر و سامون میده و خواسته هاشو میخواد و سعی میکنه نقاط حساس رو اشغال بکنه، و گروه دوم زد و خورد با پلیس که بتونه پلیس رو تا اونجا که میتونه خسته بکنه و تا مادامی که ما تا خیابون بمونن این کار کنه. من فکر میکنم این روش شاید در ایران مثمر ثمر واقع بشه و بتونه به پیش بره. اما ما برای سقوط رژیم خیلی به ترفندها و راستای مختلفی احتیاج داریم که من چند نوع از اونها رو اسم ببرم. یک، در مرحله اول از نظر اقتصادی و دستیابی رژیم به
منابع اقتصادی کوتاه بشه و این میتونه با تعطیلات و شدت و تظاهراتی که در شرکت ها و در کارخانجات صورت میگیره عملا صورت بگیره، مخصوصا اداره های ایران که بخش مهم در حقیقت میانی جامعه رو تشکیل میدن و از کار دست بکشن، این ضربه بزرگی خواهد زد واسه یه رژیم که نمیتونه به این کار دسترسی پیدا بکنه. مسئله دوم برنامه ریزی که با هم واقعا بشه، این که مبارزات مردم وقتی شکل میگیره و اوج میگیره و رژیم در مقابلش نمیتونه پایداری بکنه، این ریزش درون نظام رو شکل بدن کسانی که بتونن در اونجا هستن و اثرات مهم میدارن. من مصاحبه های مختلفی رو الان این مدتی بعد از خیزش مهسا میبینم که داره صورت میگیره و خیزش و ریزش در رژیم و مخصوصا در پاسداران بسیار شدیده، ولیکن با ترفندهای مقابله که با آن دستگیری خود درون خیلی زیاده و در کسانی که واقعا انسجار میدن یا اینکه جدا میشن از توی بدنه رژیم ما شاهدش هستیم. اما اون چیزی که ما میتونیم در خارج از کشور انجام بدیم برای کمک به داخل، ما اون مبارزات درون و شکلی که از آنها داریم فقط اینه که دفاع بکنیم از اون چیزی که هست، اما شکل و شمایل به خصوصی باید داشته باشه که سعی میکنن مبارزین خارج از کشور این رو انجام بدن. مسئله حقوق بشر مسئله کلیدی برای ضربه زدن به مخصوصا کشورهای غربی که رعایت نمی کنن و اگرم رعایت می کنن در حد سوء استفاده از این طریق از رژیم هایی که تحت سلطه خودشون هست یا تحت سلطه نیستن. مثلا در دور قبل ما شاهد این بودیم که چجوری دولت های غربی مخصوصا آلمان، فرانسه در بخش بزرگ آمریکا که بعدا موفق تر شد و تقریبا کشورهای تمام بازار مشترک اروپا سوء استفاده کردن و قراردادهای خودشونو با تظاهراتی که در خارج از کشور درون کشور شکل گرفته بود تونستن قراردادهای سنگین خودشونو و امیال خودشونو تحمیل کنن به رژیم که الان میبینیم که پول میره تو ایران، مسئله اقتصادی ایران رو کمک میکنن بهش که بره جلو. اینا دونه به دونه اگر ما حرکت بکنیم میبینیم که این کار رو کردن. ما اگر بتونیم در بخش عمومی این کار رو انجام بدیم بسیار شایسته خواهد بود. اما ما چگونه میتونیم با هم متحد بشیم؟ خانم ستاری مقدار زیادی این مسائل رو توضیح دادن که چگونه میتونیم با هم دیگه کنار بیایم و نظرات مشترک رو پیدا بکنیم، ولی متاسفانه موفقیت در این کار بسیار سخت شده و همونطور که اولم گفتم نمیتونیم این مبارزه رو به صورت مشترک فعلا به پیش ببریم و این یک ضایعه بزرگی برای ما، هرچند که اگر که ما مسائل کوچکی رو ازش صرف نظر بکنیم که خیلی از قضایا مشخص نیست. الان در خارج از کشور به چند بخش تقسیم شده. بخشی هستش که طرفدار فدرالیسم در جنبش، بخشی هست که طرفدار سلطنت هست، ولی بر اونها هم چندین بخشه که یکی طرفدار سلطنت یک طرف هست و یکی طرفدار سلطنت مشروطه که حتما شما اطلاع دارید. بخشی از جنبش چپ هستش، در جنبش چپ باز دوباره تقسیم میشه، یه مقدار زیادی کسانی که خودشونو علاقمند به این میدونن که با این رژیم مماشات بکنن و سعی میکنن که از طریق حل مسائل درونی یه جوری کنار بیان بدون مبارزه. خواهان سرنگونی همه هستن ولی ظاهرن، ولی خیلی ها در مماشات هستن و میتونه آدم به اسم ببره. در جریان مختلف مثلا ما نمیتونیم اصلا به خاطر بودن مذهب و پای فشاری ایدئولوژی مذهب در مسئله مجاهدین یک امری هستش که خودشون برای خودشون تظاهرات رو میذارن و اعتراض میکنن و این بخش به طور کلی خودشو ایزوله کرده از کل بخش عمومی. و در جریان مهسا با وجود این که من
11 ترفند اینجا نوشتم که واقعا موجود بود برای اینکه بتونه آدم به وجود اومده شنا. اگر جنبش پروانه بدید اینو نگه دارید برای دور دوم باشه چشم که من برم خدمت جناب دکتر مسعود صفشار. ممنون چشم. خواهش میکنم جناب صفشار خیلی خوش آمدید. میکروفون رو باز کنید. موضوع روشن است. چه کردیم و اکنون چه باید بکنیم و چگونه؟ بفرمایید. دوستان محترم با درود، برای اینکه کافه روشنگران منو دعوت کردن اینجا، من از طرف پارسیمت هستم، اسمم مسعود تخشا است، پزشک هستم و درود میفرستم برای بینندگان و شنوندگان شما، به مردم مبارز و دوستانی که امشب در این جمع هستن. خدمت شما عارضم که من در آلمان زندگی میکنم و نمایندگی پارسیمت برای این صحبت رو در امشب دارم. برای همین خواهش میکنم به من اجازه بدید که یک مقدار از دید پارسیمت این قضیه رو ببینم. پارسیمت یک گروه از کادر درمان هست که بعد از جنبش ژینا پارسال شکل گرفت و با نامنگاری به رئیس جمهور آلمان و کارهای تبلیغاتی به عنوان اینکه ما نماینده و سخنگو نه بلکه پیام‌آور صحبت مردم ایران در جامعه آلمان باشیم، با این شروع کردیم. بعد برای خودمون مثل بقیه دیاسپورا یا انقلابیون خارج از کشور، بیرون از کشور تکامل پیدا کردیم، همون گونه که تمام گروه های سیاسی، تمام افراد تکامل پیدا کردن. من قضیه رو زیاد تاکتیکی و تکنیکی نمی کنم که من به عنوان یک پزشک چگونه به ایرانیانی که در ایران زندگی می کنن بخوام راه حل نشون بدم که چگونه انقلابشون رو، انقلابمون رو به پیروزی برسونن، چون حرف اول اونا می زنن، ما فقط سخنگوی اونها هستیم. یک نکته ای رو که از همین اول بگم، ما به عنوان پارسیمت کادر درمان که دندان پزشکان، روانشناسان، پزشکان در زمینهای مختلف و داروسازان و افرادی که داروخونه دارن در آلمان به انواع مختلف تا به حال در حد توانایی این گروه که در آلمان ما به گروه میگیم فرعین که ثبت شده از نظر قانونی، در حال ثبت شدن است، کمک‌های زیادی کردیم، چه کمک‌های مالی، چه کمک‌های انسانی هومانیتر و چه از نظر درمانی که به افرادی که چشمشون آسیب دیده و آسیب‌های دیگه دیدن، چه در ایران و چه در خارج، در حد توانمون کمک کرد. خب اینکه ایران، مردم ایران در ایران چه تکنیکی رو به کار ببرن، چه ترفندی رو به کار ببرن که باعث بشه انقلابمون سریعتر پیروز بشه، اون خب بیشتر دست خودشونه که تو ایران بنا به شرایط چه کار بکنن. همونجوری که شما میدونید و ما ایرانی ها اون عرق ملیمون بهمون اجازه میده، میدونیم که ما جزء افرادی هستیم که میتونیم تفکر کنیم، چه بانوان ایرانی چه آقایان ایرانی انسانهایی هستن که چه در ایران بسیار باهوشن، در خارج از کشور هم همین گونه. ما در اینجا در خارج از ایران، در بیرون از ایران تجربه به دست آوردیم به عنوان ایرانی. تجربه‌مون اینه که یاد گرفتیم چگونه با هم سخن بگوییم. ما اگر از تاریخ ایران درس یاد بگیریم، میدونیم که چه مشکلاتی در راه پیشرفت تفکر و استقلال شخصیتی فرد فرد ما و خواسته های جمعی ما بوده. این خواسته ها رو باید یاد میگرفتیم تا به اینجا برسیم. در این راه پیشرفت های زیادی داشتیم. ما قرة العین رو داشتیم حدود 100 خورده سال پیش که برای زنان می جنگید و تا امروز می بینیم که زنان هنوز در عرصه جنگ هستن برای کسب موقعیت اجتماعیشون.
که وقتی زنان ایران به این موقعیت موقعیت رو به دست بیارن، مردها هم به تکامل کامل جامعه میرسن. این دست در دست هم داره. برای همینه که ما میبینیم بانوان ایرانی الان پیشگام شدن و مردان پای به پای بانوانشون دارن توی خیابون میجنگن برای استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و خواستهای دیگه شون. خب کلماتی که من اینجا به کار میبرم اعتماد هست. ما یاد گرفتیم توی جنبش مهسا که یواش یواش به هم اعتماد کنیم. این اعتماد باعث شد که در گروه ها و هژمونی های مختلف یک ساختار به وجود بیاد. خب این سریع صورت نمیگیره. این نیست که ما پزشکا ظرف یه روز همدیگر رو پیدا کردیم و یه گروه تشکیل دادیم. جمهوری خواها، مشروطه خواها، چه میدونم گروه های مختلف. اینها باید یاد میگرفتن که با همدیگر سر و کله بزنن تا یاد. یعنی من اینو نگاتیو نمیبینم، من منفی نمیبینم، من مثبت میبینم که این گروه ها الان دارن ساختار درست میکنن. هر چقدر یواش باشه ولی همیشه اینه. هیچ چیزی که سریع و با عجله بخواد بره جلو. یعنی ما وقتی میگیم در اپوزیسیون یه گروهی تشکیل شد بعد از هم پاشید، وای چه بر سر ما آمد، من این قضیه رو اینگونه نمیبینم. بلکه من یک چالش هایی رو میبینم که با پرسش و پاسخ های همراست که به نتیجه رسیده است. توی تمام اپوزیسیون ما اون نیمه پر دیوان رو باید ببینیم و همین گونه هم هست. من در اطرافم نگاه میکنم، با گروه های مختلف پارسیمت همکاری میکنه، چون ما یه گروه فقط پزشکی نیستیم، در تظاهرات ها شرکت میکنیم، خواسته های سیاسی داریم، از انقلاب زن زندگی آزادی حمایت میکنیم، به مقامات، به استانداری ها نامه مینویسیم. ما هم الان نامه نوشیم لطفاً در روز سالگرد سال روز مهسا اینها بیان و پرچم سرنگ ایران رو روی بعضی از ساختمان‌های شهرداری‌ها یا قصرهای قدیمی که وجود داره، هایدلبرگ، دوسلدورف، شهرهای مختلف، اینا بیان به حمایت از جنبش زن زندگی آزادی این پرچم‌ها رو نشون بدن و همکاری کنند برای استقلال، برای محکم کردن رابطه دموکراتیک ملت ایران و جوامع اروپایی، که خیلی‌هاشون هم بله گفتن و این کار رو دارن می‌کنن. به یاد مهسا در هایدلبرگ درختی کاشته شده، در اون روز پرچم سرنگ زن زندگی آزادی به اهتزاز در میاد و در شهرهای مختلف تظاهرات مختلف که ما تا اون روز خود پارسیمه در 3-4 تا تظاهرات بزرگ، من جمله تظاهرات بعد از روز سالگرد مهسا در 19 با تظاهرات داریم در شهر بون در اروپا، در نیویورک هست و احتمالاً در 1-2 شهر اروپای دیگه هم هست که به مخالفت با ورود رئیسی قاتل، رئیسی جنایتکار به سازمان ملل هست. خب این کلمه اعتماد رو من دوباره تکرار میکنم، ما یاد گرفتیم به هم اعتماد کنیم. ملت ایران در درون ایران هم با این کلمه شروع به کار کرد. ما ایرانی ها تا چند سال پیش وقتی توی خارج همدیگر رو میدیدیم زیاد با هم گرم نمیگرفتیم، به جز 13 بدرا. ولی الان یه ایرانی که هم صدای همدیگر رو میشنویم توی قطار شهری یا در خیابون لذت میبریم و سری میگیم که خب این داره برای انقلاب ایران چی کار میکنه و چه رابطه داره، میشناسمش، تو تظاهرات ها دیدمش یا نه. یعنی عوض شدیم ما ایرانی ها، هممون داریم به طرف این جنبش، برای کمک به این جنبش از کار و زندگیمون گذاشتیم و داریم انجام میدیم. این چیزی بود که جمهوری اسلامی نمیخواست به وجود بیاد، اعتماد. برای همین در کل ایران و در خارج از ایران اومد تقسیم بندی کرد، فقط جدا سازی میکرد، مذهبی غیر مذهبی، مسلمان غیر مسلمان، نمیدونم ایرانیان در برون، ایرانیان در درون. هزاران جوانان، انقلاب مال جوانان است، پیران و میانسالان کاری نیستن. بسیاری از ترفندها رو برای جدا سازیه ولی هیچ کدوم از اینا کارگر نشد، هیچ کدوم از اینا به پیروزی نه. ایرانیان نزدیکتر و نزدیکتر شدن، چه در خارج چه در ایران، به هم اعتماد کردن و ساختارسازی کردن. این
باعث شجاعت بیشتر شد. یعنی اون ترسی که در اوائل وجود داشت، چه در خارج که خیلی عینک میزدن تو تظاهرات شرکت میکنن فلان، تمام این ترس ها ریخت. خارجی ها میگن ما دیگه ایران نمیریم، حاضریم پاسمون هم پاره کنیم به خاطر اینکه نترسیم اینجا بریم تو خیابون و چیز کنیم. ایرانیان در اون هم. این شجاعت ها باعث شد که ترس بر ترس غلبه شود، هم در ایران. برای همینه که ما ایرانی ها تو ایران اینقدر شجاعونه دارن میرن در مقابل حکومت غیر انسانی اسلامی دارن مبارزه میکنن. و نکته بسیار مهمی که هست اینی که این اعتمادی که داره در ما به وجود میاد باعث میشه این اعتماد در درون سیستم حکومت ایران بپاشه، به هم بخوره، سست بشه، هرمشون داره میریزه، چون که اونا سیستم مافیایی هستن، اصلا اعتماد نداشتن. هرچه اعتماد ما رو میبینن سستر میشن. این اعتماد سازی درون ما باعث این مسائل شده و این هرم مافیاییشون که بر اساس پول و زور هست داره میشکنه. و برای همینه، برای اینکه اعتماد مردم زیاد شد، اعتماد توی خود سیستم کم شده، شروع کردن به حد اکثر تهدید و فشار. یعنی 20 انسان رو انداختن توی زندان، خانواده ها رو دستگیر می کنن، به کودکان ایرانی در مدارس سم می پاشن و قبر خراب می کنن، سنگ قبر خراب می کنن، بیکاری و به عمد بیکاری و بیابی و محیط زیست رو خرابتر می کنن که باعث مهاجرت بشه، باعث مردم با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنن. و این، من همه اینا رو که کنار هم میذارم میبینم که این تفکیک ها که در اوائل بود و یواش یواش جاشو داره به ساختار سازی میده، یک پایه محکمی است برای گذار ما از این دوران به دوران بعدی، به دوران آزادی و دموکراسی برای ایران. مسئله برای گذار ما از این دور گفتگو به دور دوم، اگر اجازه بدیم، خواهش می‌کنم برم خدمت خانم ستاری گرامی. پس من خانم ستاری، من اشاره کردم که یکی از بینندگان ما خانم ام یا میم پور محسن، البته ایشون نام کوچیکشون کامل نوشتن، نوشته جناب آقای مانی گرامی درود بر شما، برنامه های رادیو تلویزیون شما بهترین هاست که نباید میخوندم، به همین دلیل میخواستم موضوعی بسیار مهم را با شما در میان بگذارم. برای شما قبلا نوشته بودم که من در صحنه جنگ و مبارزه با رژیم بودم، منظورش همین رژیم آخوندیست، و این جنگ را خوب میشناسم، جنگ چریکی رو. این جنگ شبیه هیچ ورزش یا مسابقه یا بزن بزنی نیست. در صحنه جنگ با رژیم تنها راه پیروزی به صحنه آمدن چند میلیونی ساکنان تهران و به خیابان آمدن میلیونی مردم سایر شهرهای بزرگ ایران است. این بهترین راه و کم خطرترین راه و کم آسیب ترین برای شرکت کنندگان است. این کار باید حداقل 10 روز ادامه یابد. در این موقعیت باید اعتصابات کارگری و کارمندی و دانشجویی و دانش آموزی نیز رعایت شود. مبارزه چریکی به تنهایی جواب بود نیست، زیرا قوای نظامی طرفین به هیچ وجه مساوی نیست، ولی همزمان با حرکت چند میلیونی مردم، نیروهایی که آماده حمله به نیروهای رژیم هستند می توانند دست به عمل بزنند. با احترام، مین پور محسن. خیلی خوب خانم ستاره گرامی، نظرتون چیه درباره این نوشته از یک آدم با تجربه‌ای که کار میدانی در ایران هم کرده؟ بفرمایید، میکروفونتون بسته است. ممنونم. بله، امیدواریم چنین بتونه بشه. مشکلی که هست اینه که حرکت به حال مقابله با حکومت، یک بخشش اینه که اصلا مقابله کردن اجتناب ناپذیره،
به خاطر اینکه ابعاد ستم، ابعاد درماندگی، ابعاد ناامنی از جهات مختلف شخصی، اجتماعی، جهات مختلف به حدی زیاده که چاره‌ای به جز مقابله برای مردم نمیگذاره. بحث سر اینه که چگونه مقابله میکنند، یعنی چگونه میخوان مقابله بکنن و اینکه چه چشماندازی رو میبینن برای تغییر. یعنی اگر این چشمانداز یک مقداری روشن‌تر باشه، یه مقداری به حال قابل حصول‌تر جلوه بکنه، ممکنه به قول معروف اون قشر خاکستری یه مقداری ریسک بکنه و وارد حرکت بشه. اینکه یک بافت معینی از جوانان و زنان میان یک طرفه، اینکه ما ابعاد بسیار گسترده و حالا حتی میلیونی رو بخوایم انتظار داشته باشیم در گروه اینه که واقعا بتونه یه بافت وسیعی بیاد. و این بافت وسیع من فکر میکنم که به درستی آقای تخشاب به این مسئله ساختارسازی اشاره کردن، آقای دکتر تخشاب، و اون به این صورته که حرکات جنبشی که یعنی یا حرکات جنبشی که در پروسه زمانی سازماندهی میشه بر اساس اشکالات و مشکلات معین دراز مدتی که وجود داره، یا اینکه موقعیت‌های ویژه‌ای که ایجاد میشه برای تغییر، برای اعتراض. به هر حال هر کدوم از اینا بتونه به یک حرکت جنبشی برسه، وقتی اون حرکت جنبشی پایدارتره، وقتی اون حرکت جنبشی گسترده تر نیرو جذب میکنه که یک ساختار پشتش باشه، یعنی یک نهاد مدنی پشتش باشه، یعنی این که فعالین به هر حال آگاهان و فعالین داخل ایران، همینطور این در مورد خارج ایران هم صادقه، ولی حالا بحث وقتی داخل ایران هست، در پروسه‌ای که به هر حال جنبش در فروت قرار داره، اگر این که به هر حال یک نهاد مدنی ایجاد بکنن، یک همبستگی معین حالا محلی کاری به هر شکلش هست، اگر بتونه یک همچین چیزی ایجاد بشه که خب خوشبختانه هم آدم چیزایی که به هر حال غیر مستقیم از دور میشنوه چنین چیزی وجود داره، اگر یک چنین چیزی ایجاد بشه، اینا نقطه اتکایی هستن برای این که بتونه پیوند بین اون نیروی آگاه و اون مردمی که هول و هوش اون حالا محله یا محل کار یا هر چیزی، یعنی حول و حوش اون نهاد مدنی هستن، بتونه این پیوند یک مقداری پیوند ملموس و به اصطلاح جاری و فعالی باشه. و در این صورت هست که با طرح شعارها و با طرح مسائل و با استفاده از موقعیت‌های خاصی که به وجود میاد که خود اونا ضرورت حرکت رو برای همه طرح میکنه، بعد بتونه این نهاد مدنی یک حرکتی رو ایجاد بکنه. این یک بخشه. یک بخشش اینه که من فکر میکنم اگر نیروهای مثلا خانواده های سیاسی ایران از این نکتهی که آقای برهان آزاد به درستی اشاره کردن که حالت منیت و نمیدونم خودخواهی ها و اینا رو کنار گذاشتن یک طرف، ولی مهمتر از اون اینی که یک کار فکری رو انجام بدن روی این که ما چرا چاره ای نداریم و روی کجاها چاره ای نداریم جز اینکه با مبارزه مشترک این رو پیش ببریم، و بعد اینکه ما چه آینده ای رو میخوایم بسازیم، این آینده چه مختصاتی داره، چه مضمونی داره. اگر خانواده های سیاسی یه همچین کار فکری رو در بیرون از ایران و در داخل ایران بکنن، این حالت اینی که من فقط خودم به تنهایی از بین میتونم همه چیز رو ببرم، مشکلات حل میکنم، هم یه مقداری کم میشه، و بعد اینی که به اصطلاح باز هم من میخوام به نقش زنان تاکید بکنم که به هر حال زنان از اونجایی که مبارزشون همیشه دو سویه است، یعنی یک طرفش اینه که زنیه که به عنوان صرف زن بودن به اصطلاح تحت ظلم قرار گرفته و میگیره در چارچوب خانه به خاطر سنت و به اصطلاح مناسبات پدرسالارانه و فرهنگی که حکومت به اصطلاح سنتی مذهبی به اصطلاح الان به خانواده ها حاکم کرده، به فرهنگ جامعه سعی کرده حاکم بکنه، و بعد اینا وقتی که بیرون از خانه هم میرن در محیط کار، در محیط کار هم باز در کنار مردان به اصطلاح مبارزه خاص خودشون میکنن. و اینکه به اصطلاح این نقش زنان همچنان نقش پیشبرنده است و نقش پیشاهنگ برای اینکه پیش ببره مبارزات رو. من فکر میکنم این مسئله اگر که ما بتونیم یک همچین تغییراتی رو انتظار داشته باشیم،
بعد میتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا روی فرض کنید چه مسائلی میتونیم ما حرکت بکنیم. به عنوان مثال خب انتخابات در پیشه، این انتخابات رو حکومت طبعا میخواد به اصطلاح بهترین شکلش از نظر خودش گسترده ترین نیروها رو بکشه و مقابله با این مسئله که ما از این بافت حکومت به اصطلاح تا به حال چه دیدیم در ابعاد مختلف و بعد اینا میخوان دوباره چه روندی رو پیش ببرن. یا اینکه جنبش مدنی دادخواهانه، این جنبش مدنی که به هر حال خانواده های زیادی رو در ایران ستم بهشون کرده و این کمپین هایی که میتونه به عنوان مثال داخل ایران در رابطه با این خانواده ها شکل داده بشه، یا اینکه به هر حال زندانیان سیاسی داخل ایران، این زندانیان سیاسی چه کمپین هایی میشه در دفاع از اینا ایجاد کرد، خانواده هاشون رو چطور میشه تقویت کرد، این خانواده ها رو چطور میشه پشتیبانی کرد، یا اینکه مثلا فرض کنید اعدام هایی که صورت میگیره یا تقابل هایی که با جوانان و زنان در خیابان ها صورت گرفته یا در زندان ها صورت گرفته، حالا مثلا فرض کنید اینا که نابینا شدن یا گلوله های وحشتناک تعداد زیادی در بدنشون هست، مثلا یه نمونه خارج از کشور اومده که مثلا فقط در سرش 100 تا ساچمه هست، در نمیدونم دست راستش یک رقم اینطوری ساچمه هست، یا مثلا فرض کنید بی‌عدالتی های فراوان، حالا گرانی، بی‌آبی، بی‌برقی، این چیزایی که به هر حال هست و اینا مسائل عمومی مردمن، آدم روی اینها یعنی فعالین داخل ایران چطور روی اینها بتونن حرکات معینی انجام بدن، مثلا حالا حرکات جنبشی، کمپین های مشخص رو به وجود بیارن، یا اینکه به هر حال لابیگری هایی که داخل لابیگری هایی که به نفع حکومت میشه، اعم از اون نکته‌ای که آقای اوران آزاد اشاره کردن در مورد اینکه داخل اپوزیسیون به اصطلاح نیرویی وجود داره که چرخ پنجم حکومت داخل اپوزیسیون، یعنی همواره مثلا فرض کنید اتحاد جمهوری خواهان یا اکثریت، اینا چطور انتخابات در انتخابات ها شرکت میکردن و رأی میدادن و رأی میگرفتن و تشویق میکردن دیگران رو، از این نمونه تا حالا لابی های مستقیمی که حتی نمونه هایی که مثلا پول میگیرن و مثلا توی اسدالله اسدی فرض کنید نمونه های اینطوری به عنوان مثال، یا داخل ایران نیروهایی که به هر حال بسیجن و به هر حال بخشی از رژیمن و هستیشون، هستی زندگیشون، مالی، وضعیت مالی خانوادهشون موکول به اینه که این حکومت بمونه. اینه که به هر حال یا اینکه مثلا فرض کنید حرکات اعتراضی که توی محله‌های کارگر، توی مراکز کارگری صورت میگیره یا مراکز از طرف معلمان صورت میگیره یا از طرف بازنشستگان صورت میگیره، چطور از اینا پشتیبانی کردن و چطور اینها رو به هم پیوند دادن، یعنی این حرکات مدنی که صورت گرفته، این حرکات مدنی رو چطور میشه به هم پیوند داد، چطور میشه مثلا یک اتحاد گسترده تری، یک همبستگی ملی فرض کنید در این رابطه ها به وجود آورد. اینا به هر حال یک مسائلی هست که میتونه در دستور کار فعالین قرار بگیره، اهم از این که داخل ایران هستن یا اهم از این که خارج ایران هستن. به درستی آقای برهان آزاد اشاره کردن که ما به عنوان نیروهای خارج از کشور وظیفمون پشتیبانی و وظیفمون صدای اینها رو رسوندنه، یعنی مجامع معینی که بین المللی که وجود دارن، مثلا در رابطه با معلمان، در رابطه با کارگران و یا غیر، پرستاران، دانش آموزان و فنان، اینی که ما بتونیم نیروی آگاه اینجا بتونه تقسیم کار بکنه و یه عده مسئول تماس با به حال فلان نهاد بین المللی پرستاران باشن، فلان نهاد بین المللی مثلا دانش آموزان یا معلمین یا غیر کارگران باشن. بله برای کارگران تا یه حدی کار شده چون نیروی چپ روی این مسئله متمرکز کار کرده، ولی برای بقیه تقریبا تا یک حدی معینی کار شده، ولی میشه یک همچین تقسیم کارهای صورت بگیره توی نهادهای مدنی موجود در خارج از کشور و یا حرکات جنبشی که در خارج از کشور صورت میگیره. مثلا الان به خاطر مسئله رفتن رئیسی خب داره یک حرکت گسترده توی آمریکا و توی اروپا صورت میگیره و بعد این حرکت بعد از اینکه رئیس رفت نخوابه و بعد بتونه ادامه پیدا بکنه و حرکات مدنی اینطوری رو در پشتیبانی از حرکت مثلا فعالیت هایی که داره توی ایران صورت میگیره و رسوندن صدای مبارزین ایران به مراکز بین المللی و به مقامات بین المللی به هر حال به عهده بگیره. من فرصتم بس اینکه تموم شده، اجازه بدین که دوستان دیگه ادامه بدن. بسیار خوب. یک تجربه که ما داشتیم نخواستیم که در ایران ما
دیدیم که مردمی که در خیابان‌ها بودند و مبارزه می‌کردند فراحزبی عمل کردند. شعار به نفع شخص خاص یا حزب خاص یا جریان خاصی ندادند. اگر هم یک جا دو نفر ده نفر حالا یا پول گرفته بودن یا باورشون بود اومدن شعار مطرح کردن، بقیه باش همکاری نکردن. حالا که در بیرون از کشور تا یک عده دیدن که جنبشی هست و سر و صدای هست و ای بسا به جای باریکم برسه، اومدن و به جای اینکه فراحزبی عمل کنن جناحی عمل کردن، حزبی عمل کردن و یه دفعه جنبش از نفس افتاد. پیام شما خانم ستاره این هست که در بیرون از کشور باید فراتر از اینکه من کیستم و طرفدار چه نوع حکومتی هستم و طرفدار چه شخصی هستم، باید با نهادهای بین المللی تماس بگیرم و از اونها بخواهم که به این جنبش، به آزادی خواهی همه مردم ایران کمک کنم. چرا؟ چون کشور اروپایی هم به هر حال اگر ببینن که فقط مسیر به سمت یک جریان میره میکشن کنار، چون اونا به تابع که نیستن، اونا خودشون صاحب استقلال هستن. اما اگر ببینن که این جنبش جنبش مردمی است، فراجناحی و فراحزبی است، میدونن که با مردم ایران سر و کار دارن و رو به رو هستن و ای بسا بهتر عمل کنن. همین پرسش رو من با جناب ارجنگ برهان در میان میگذارم با توجه به نامه‌ای که از خانم پور محسن خوندم. بفرمایید. با درود مجدد خدمت دوستان و شما، من چند قبل از اینکه این مسئله رو بخوام شروع بکنم راجع به نامه صحبت بکنم که فکر میکنم در دور قبل یک اشاره کوچکی در این مورد و اون چیزی که در ایران خودشون با تجربه دارن میان جلو به شکلی از آنها اون چیزی بود که در نامه ذکر شده بود. اما دو چیز رو من بایستی بدون وقفه بگم. اینکه جنبش در ایران و سقوط رژیم در ایران در کف خیابون صورت میگیره و چه در درون ایران و چه اعتراضات ما در خارج از کشور، تا مادامی که ما تو خیابون نیم و اعتراض نکنیم هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. این اعتقاد من در ایران و در خارج از کشور. نام نگاری میکنیم، این چیزای کناری مسائل رو همه رو مطرح میکنیم برای افشا کردن این رژیم ددمنش و خونخوار و قاتل و در این حال اونها چیزهای دیگه کناری اعتراضات خودمون رو انجام میدیم، ولی واقعیت این که در کف خیابون اعتراضات ما در پشتیبانی از جنبش درون ایران باید کنیم. مسئله دوم این که ما بدون اتکا به نیروی خارجی باید این کار رو انجام بدیم و تماما نشون داده شده در تمام این طول 40 سال که اپوزیسیون ایران از 2% به الان به 90%، شاید 95% رسیده، همش اون چیزی بوده که در کف خیابونهای ایران اتفاق افتاده و کف خیابونهای خارج از کشور و اون چیزی که دیگران اجباراً به فرار واداشته شدن و در خارج از کشور به همدیگه پیوستن و اعتراض میکنن. این دو نکته من فکر میکنم مسئله اساسی هستش که ما باید در خارج از کشور در داخل کشور حتما کنیم. اما یه موضوع دیگه هستش در مورد انقلاب 57. انقلاب 57 بنا به اون چیزی که اتفاقا مرسالاری یا پذیرفتن اینکه یک رهبر اون بالا باشه در سال 57 صورت گرفت، چون به خاطر سنتی که در ایران تا کنون بوده همه این شکل و شمایل رو داشته که یک نفر در بالا قرار بگیره و دیگران هدایت کنه به جاهای مختلف. اما از 44 سال گذشته اگر که در سال 57 مسئله جمهورخواهی آنچنان استوار نبود که بتونه کسی رو به احزاب درست تشکیل بشن یا نتونستن احزاب تشکیل شن که خودشون دفاع بکنه و بعدم یک جریان مذهبی قاطع و اکثریت قاطع که دنبالش بودش تونست تمام گروه ها و احزاب نهانی یا که
احزابی که واقعا هنوز نهال بودن و شکل نگرفته بودن رو همه رو از بین ببره. ما الان در این موقعیت کنونی با پیشرفت و آگاهی که مردم پیدا کردن به این دست پیدا کردن که یک رهبر دوباره برای خودشون انتخاب نکنن و دنبال این باشن که فراجناهی و جناهای مختلفی جامعه ایران رو تشکیل بده. مخصوصا در ایران شما ملاحظه میکنین که حتی در تظاهراتی که فراجناهی و بدون عقده و کینه بخواد پیش بره، میبینین همه کنار همدیگه هستن و همه هم شعارهای خودشونو میدن بدون اینکه حتی به همدیگه بخوام پرخاش بکنن و حد و مرزشون فقط مبارزه با رژیمه و این باعث خوشحالیه. اون چیزی که در ایران اتفاق میفته، در جنبش مهسا اتفاق افتاد در خارج از کشور. اتحاد اولیه که در خارج از کشور اتفاق افتاد نیروی بزرگی رو به حرکت در آورد تا تظاهرات 100 هزار نفری در برلین، تظاهرات 27 هزار نفری در بروکسل، تظاهرات در شهرهای مختلف هم که همه بیش از 6-7 هزار تا 10 هزار تا صورت گرفت در شهرهای حتی کوچک و این نشون داد که میتونن ایرانی ها کنار هم دیگه باشن. اما متاسفانه همینجور که شما تذکر دادید یک سری آدم ها و یک سری سودجویانه از این موضوع فکر کردن که الان خبری هست و ما بالاخره به حد پیروزی رسیدیم. هم خانم ستاری گفتن، هم شما گفتین آقای مانی، و این موضوع باعث این شد که یک جوری بپاشه اصلا این جریان سقوط رژیم و رفتن به اون. من معتقدم که باید که تو ایران برای اینکه ما به اون درجه از حد روشنگری برسیم باید در تئوری خیلی قوی تر در رابطه با دموکراسی عمل بکنیم. توضیح و حل مسئله دموکراسی و فهمودن دموکراسی به عنوان یک فرهنگ باید در جامعه ایران مخصوصا جامعه شهری جا بیفته. این حتی شما در خارج از کشور هم میبینید که مسئله دموکراتیک بودن به شکلی که باید انجام بشه، حتی با تجربه‌ای که همه دوستان ایرانی و کسانی که اینجا در انتخابات مختلف شرکت میکنن هنوز و وقتی به خودشون میرسه نمیتونن رعایت بکنن. این تئوری و این کارها من فکر میکنم مخصوصا از جانب شما تلویزیون شما خیلی خوب تا حالا صورت گرفته که باید بیشتر از این به پیش بره. این مسئله برای من خیلی عمده خواهد. اما برگردم به مسئله ایران. همونطور که شما گفتین و اون نامه رو خوندین، هم در بحث اولم اشاره کردم اون چیزی که الان تصمیم در ایران گرفتن و گزارشی که و خبری که من دارم همین در شهرهای مختلف دوباره تکرار میکنم، هم وجود میلیونی آدم ها لازمه و هم این نیروهای ضربتی به پلیس برای منحرف کردن و خسته کردن پلیس. این الان درست همون نامه‌ایه که شما خوندید و من فکر میکنم که در ایران مؤثر باشه، مخصوصا در ایران با ریشه دووندن و روشنگری کردن حالا توسط اعلامیه یا هر چیز دیگه در بخش وابسته به رژیم مثل سپاه پاسداران و بسیجیان. بسیجیان کسانی هستن که به عنوان مزدور میان ولی اینها بالاخره خانواده دارن و خانواده هاشون شدیدن تحت فشار خواهند بود. مخصوصا زنان من فکر میکنم تو ایران در جنبش مهسا اونجوری که نشون داد بسیار روشنگرانه عمل شد. زنان به عنوان بخش اصلیه که نوک ستون مبارزاتی برای تمام مردم ایران در هر گوشه و کنار که بودن قرار گرفتن در جنبش مهسا و این درس بزرگی بود برای ما مردان. همین هم در خارج از کشور همینطور و این من فکر میکنم سرمشق خوبی هستش که در خیزش دوم مهسا به احتمال زیاد زنان در 16 سپتامبر خواهند کوشید دوباره جلوی صف باشن و این مبارزه رو به پیش برن. هرچند که الان میبینیم با قوانینی که در مورد حجاب انجام دادن و جریمه های سنگین، مثلا اگه یکی نوشته بود که یکی شلوارک اگه پاش باشه 2,000,000 تومان جریمه میگیرن ازش یا میبرنش به زندان. با وجود این ما میبینیم که در شهرهای بزرگ همه بدون حجاب میان بیرون و
خیلی هم خوب و آزادانه مانند یه خازن اروپایی دارن رفت آمد میکنن. این جریانات رو کنه. من باید یه اشاره بکنم که در ایران جریانات مطالباتی خیلی خوب داره به پیش میره، از جمله کمپینگ معلمی، کمپینگ دفاع از زندانیان سیاسی، کمپینگ کارگران، کمپینگ های مختلفی که در رابطه با زنان به وجود و دفاع از زنان به وجود اومده. و این مطالباتی که هم اکنون از قدیم بوده و داره شکل میگیره نمونه بارزیه که مطمئنن در آینده به ثمر خواهد رسید. یک مسئله که من فکر کنم باید بهش اشاره بکنم و اونم تظاهرات میدانی در خارج از کشور همیشه سمبولی بوده برای جمع کردن توده مردم در خارج از کشور. نمونهش اون چیزیه که الان 16 سپتامبر میخواد صورت بگیره در خارج از کشور، 25 شهریور، و اونم سالگرد قتل مهسا امینی هستش. و این در این خیزش دوم بایستی در 16 سپتامبر لااقل ما در خارج از کشور این بودن و به هم پیوستگی رو به نمایش بذاریم. همونجور که شما گفتین نمایش کار ما نمونه خواهد بود که بتونه رژیم های خارج از کشور، رژیم های اروپایی رو یا آمریکایی رو یا هر چی هستن وادار به این بکنه که از جریان ایران، از جریان و انقلاب ایران دفاع بکنن و ایران رو به عنوان یک دولت نشناسن و اون رو به کنار بزنن، هر چی که اگه منافع کنه. دومین چیز مسئله 19 سپتامبر که من فکر بکنم بایستی واقعا کوشید در 19 سپتامبر جلوگیری کرد از حضور رئیسی در سازمان ملل. نمیدونم سال گذشته با نوار اومد صحبت کرد و بعد یک دونه ویدیو فرستاد، امسال من نمیدونم که در چه رابطه ای و چه جوری میخواد بیادش. تا اونجایی که من میدونم صحبتی ساعت 9 صبح میخواد شروع بشه و به خاطر همین در شهرهای مختلف هم در امریکا هم در اروپا و از طرف جانب این گروه که ما داریم به عنوان شورای اعتراض به حضور رئیسی قاتل در یا جنایتکار در سازمان ملل، این خودش چیزیه که در بن شکل میگیره و حتما سازمان های دیگه هستن که در شهرهای دیگه هم این تظاهرات انجام میدن و اعتراض میکنن. به نظر من دعوت میکنم در اینجا از این فرصت استفاده میکنم یا سوء استفاده میکنم و به دوستان و علاقمندان و مخصوصا مبارزین خارج از کشور پیشنهاد میکنم که هر جا که هستن در این مبارزات شرکت کنن تا نشون بدن که ما مخالف این رئیس جمهور جنایتکار و حضورش در اونجا خواهیم بود. من واقعا حضور یک رئیس جمهور جنایتکار در باعث خجل بودن آدم که بتونه در سازمان ملل باشه، این واقعا ما ایرانیانی با این فرهنگ بزرگ رو واقعا کوچیک میکنه و به نظر من بایستی این کار کرد. من صحبت زیادی ندارم، میتونم بیشتر بشه مخصوصا در مورد این که ما در خیزش دوم بایستی بردبار باشیم. اگر میتونیم با شکستا و هر چیزی که میشه ما صدماتی که به میخوره مخصوصا در ایران صدمات اقتصادی که میخوره به کسانی که در تظاهرات شرکت میکنن، تداوم در ایران مسئله عمده خواهد بود که بتونه اعتمادی که آقای تخشا فرمودن واقعا درسته. در خارج از کشور باید اعتماد به دیگران، به اعتماد به گروه های مختلف حتما شکل بگیره و این مسئله کنه. ممنون از لطف شما، مرسی. خواهش می‌کنم. منم از شما سپاسگزارم. سخن بسیار است و در نشست‌های آتی همراه با جنبش کام بدون با جنبش نظرات بیشتر شما رو ما با مردم در میان خواهیم گذاشت. جناب دکتر تخشا گرامی، برنامه رو با سخن شما به پایان میبریم و من چون استاپم خاموش شده نمیبینم شما رو، با اجازه شما باید بلند شم برم پشت کامپیوتر و دستگاه رو روشن کنم، اما برنامه ادامه داره. ادامه بدید بفرمایید. ما شما رو میبینیم. مرسی. همونجور که خانم دکتر ستاری اشاره فرمودن و آقای برهان آزاد، ما جنبشمون پیشرفت کرده. این هرم مافیایی حکومت
غیر انسانی اسلامی داره میریزه از هم، ترک برداشته. ما نمیدونیم که فردا میریزه یا کی میریزه، ولی چون این فردا مشخص نیست که فرداست یا پس فردا، ما تصورش یه خورده برامون مشکله که بفهمیم این همه جور و ستم یک دفعه بر میریزه. برای همین از نظر انسانی ما باید برای این کار کنیم. اون اعتماد سازی بین خودمون لازمه که یک تصویر درست کنیم برای هدفمون، و این تصویر و این هدف رو میتونیم بهش بیشتر شکل بدیم. من شخصا همیشه فکر میکردم که حول چه شعاری جمع بشویم، ولی بعد دیدم شعارها زیاد است، گفته ها زیاد است. ما یک ایرانی هستیم با تفاوت‌های بسیار، چه مذهب، چه زبان، چه اتنیه، یا همون مردمانی که همه به ایران اعتقاد داریم، ولی هر کدومون یه لباسی میپوشیم و یک زبان دیگری صحبت میکنیم. این اعتماد سازی باید در همه ما جلوه‌گر بشه که ما بتونیم این تصویر رو ببینیم ما چه میخواهیم. این هرم شیشه‌ای آخوندی که به یک پونزی به دیوار هنوز وصله و داریم میکشیمش، بعد از این چی میخواهیم؟ اگر من آخوند نباشم ایران برباد میرود؟ خیر، این رو ما نشون دادیم که ما بهتر از آخوندا میتونیم یه ایران رو برای دموکراسی و آزادی بسازیم، با دموکراسی و آزادی، و یک قانون اساسی تدوین کنیم برای دوران گذار. وقتی این هرم به زودی شکسته شد، توی دوران گذار که صحبتم اونجا تموم شد ادامه میدم، این اعتماد سازی چه کمک اونجا میکنه؟ ما میتونیم اون مشکلاتی رو که وجود داره و تا حالا در تاریخ ایران همیشه باش مشغول بودیم، سعی کنیم توی قانون اساسی که از الان نوشته میشه، نه پس فردا. چون خیلی ها میگن آه ما نمیتونیم جای ملت تصمیم بگیریم، ما هممون وکیل نیستیم. خیر، من از وکلا سوال کردم، وکلا میگن تک تک مردم ایران در این قانون اساسی سهیم هستن. اون وکلا میشینن زبان قانون رو، زبان مردم رو به زبان قانون تبدیل میکنن، ولی این مردم هن که قانون رو میگن. پس نکاتی رو که ما روش دعوا داریم الان، یعنی دعوا نداریم، شک داریم یا نامشخصن، 5 تا 6 تا 7 تا، خب اینا رو میتونیم. من زن اجازه دارم حقوقم برابر از مرد باشد. خب اینو میتونیم از حالا بگیم ما یک چارچوبی برای قانون اساسی. اینها چیزایی است که ما میتونیم راجع به صحبت کنیم. آزادی برای همه یکسان است. هر دینی، چیزی که جمهوری اسلامی آخرین پونزی که هنوز خودش و آخوندا و پاسدارا با لباسشون به دیوار وصل، هنوز نیافتادن پایین، اینه که میخوان بین مردم تفکیک بندازن، بگن که اسلام در خطر است. در صورتی که در یک حکومتی که در یک جمهوری که یا در یک سیستمی که بر اساس مجلس باشه و آزادی و دموکراسی باشه، هر دینی آزاد است. چه موسی به دین خود، عیسی به دین خود. یعنی ما دشمن دین نیستیم. مایی که میخوام جمهوری اسلامی رو بندازیم، اینو باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی میخواد سوء استفاده کنه. یعنی ما فقط میگیم سکولاریسموس. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم یک انسان دیندار دین خودش رو داشته باشد، ولی در پارلمان توی قانون اساسی دین را ننویسد، شریعت را وارد دین نکند. خب این اون نکته‌ای بود که من می‌خواستم 100% بهش اشاره کنم. قانون اساسی و جامعه سکولار که جمهوری اسلامی خودش رو به این وصف کرده، و این قانون اساسی اون تصویری است که اعتماد سازی ما به اون تصویر باعث میشه ما هدف داشته باشیم. منی که جونم رو میذارم میرم تو خیابون، باید بدونم برای چی این کارو میکنم. باید بدونم جامعه آزاد میخوام، جامعه سکولار میخوام. برای این حاضرم جونم هم بذارم میرم تو خیابون. این هاست که ما رو یه مقدار اعتماد سازیمون به هدفمون به نزدیکتر میکنه. تصویر آینده رو برای ما از پشت ابهام و دود و ابر میزداید. خب یک چیزی از نظر پزشکی میخوام بگم قبل از صحبتم تمام بشه. خواهش میکنم از کسایی که میشنون قبل از شروع تظاهرات ها در خونه شون، خونه دوستشون، خونه پدر مادرشون، خونه خودشون، خونه بچه هاشون، اینا تو یخچالشون، توی گاف صندوق داروییشون، از داروخانه ها مواد ضروری رو بخن. داروهای ضروری، داروی ضد درد، کورتیزون برای چشم،
ما در پارسیمد یک برنامه اوژانسی میدیم بیرون توی اینترنت که بتونن مردم ایران این داروها رو تو خونهشون داشته باشن، چنانچه به صورت اوژانس تیر خوردن و نمیتونن برن بیمارستان، زخمی شدن و این داروها رو از قبل تهیه کنن تو خونهشون داشته باشن که در روز تظاهرات صدمشون کمتر بشه، تحملشون بیشتر بشه و نخوان جونشون رو به خطر بندازن به دست دشخیمان جنایتکار حکومت غیر اسلامی بیفتن و اینا رو بتونن ازشون استفاده. گفتنی ها بسیار است، ولی خانم دکتر ستاری و برهان آزاد خیلی مسائل مهمی رو گفتن که من هم تصدیق کنم. ما به عنوان پارسیمد در تظاهرات ضد شورای ضد حضور رئیسی جنایتکار در نیویورک شرکت میکنیم و حمایت میکنیم و در تمام تظاهرات در آلمان خودمون رو در شهرهای مختلف همکار تظاهرات در تمام دنیا تظاهرات خواهد شد در این روزها و مردم ایران بدونن ما اونها رو تنها نمیگذاریم. دنیا سپاس. خوشا مردمی که پشتیبانان خردمندی همچون شما دارن. یک جمله از آخوندها نقل کردید که میگویند اسلام در خطر است و پاسخ من به این جمله این است که اسلام خودش بزرگترین خطر برای ملت و کشور ایران است. آقای مانی اجازه میدید من یک جمله فقط اضافه کنم به عنوان ختم کلام و اونم اینه که واقعا سازمان ملل جای جنایتکاران نیست. این جمله آخری که میخواستم در این بخش حتما در آخر گفته بشه. ممنون از شما و این نام بیانیه بود که گروه شما منتشر کرده. اون رو دیدم، خواندم، بسیار عالی بود و به امید همراهی و همدلی بیشتر همه ایرانی ها در هر جا که هستن با هر عقیده‌ای که هستن. اگر ما تنها به میهنمون، به سعادت، به دموکراسی و آزادی بیندیشیم اختلاف با هم نداریم، ولی اگر به قدرت فردی یا گروهی بیندیشیم برادرم باشیم، باید با هم بجنیم. امیدوارم که بتوانیم همدیگر رو دریابیم در نقطه عطف تاریخی شگفت انگیزی قرار گرفته ایم و هر کس این رو خراب کنه نام زشتی از اون در تاریخ باقی خواهد. به درود تا برنامه هستیم.